دانشان عزیز، اینک ارتباطمون با آقای منظر برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن های ما 6-1-3-4-8-8 خواهد بود. و یادآوری میکنم که شما به رادیو افت دارید. آقای گلزار، با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو افت جدید خوش اومدید. سلام دارم خدمت شما آقای جوادزاده گرامی، همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو عصر جدید. عنوان کردیم که با شما موضوع مهمی که درد جامعه امروز ایران می‌خورد در میان می‌ذاریم. تورم نجام گسیخته در ایران، از فقر روز دستونی که هر لحظه و هر ثانیه غریبانگیر مردم ایران شده. بله. که شما در این مورد تحقیقات فراوانی دارید، همونطور که میدونید با افزایش قیمت ها و افزایش حقوق ها این تورم، من اخبار که دیروز میخوندم بیش از 50% است. بله. روز فقیر و فقیرتر میشوند. دقیقا همینطور. و پیشنهادی در شما برای ملت ایران دارید؟ میکروفون در اختیار شماست. بله. به هموطنان عزیزم باید که یک اطلاع بدم که به دفعات از طرف من و از طرف جمع ما گزارشات دقیق در اختیار شما قرار گرفته که وضعیت اقتصادی ایران چه خواهد شد. آیا با این وضعیتی که داره کشور و همین وضعیت بدتر خواهد شد، شما حاضر هستید با این وضعیت زندگی کنید، یا اینکه خب راه حل هایی که ما میدیم در اختیار شما هست، اینها اگر که راه حل های مناسبی است، خب باید که یک اقدام دیگری کرد در مقابل استبدادی که در کشور حاکمه. چون موضوع امشب هست مسئله فقر در ایران، یک بررسی باید بکنیم که وضعیت فقر در سالهای گذشته چگونه بوده؟ آیا در حال حاضر با این وضعیتی که هست، با این برنامه‌ای که وجود داره در این کشور، وضعیت معیشتی مردم بهتر میشه یا نمیشه؟ چون که نباید فراموش کنیم که ما در خرداد، پایان خرداد، انتخابات ریاست جمهوری است. در حال حاضر 3 نفر کاندیدای اصلی عنوان میشه که آقای لاریجانی هست و قالیباف و رئیسی. هر کدوم پرونده پرفسادی دارن. آقای رئیسی که پرونده جنایتش حد و حساب نداره. خب سوال اینه که آیا راه حل این افراد که فعلا 2 ماه دیگه انتخابات، هنوز هیچ کس هیچ صحبتی نکرده. جای تعجبه در کشورهای اروپایی از 1 سال 2 سال قبل دقیق شفاف با اونها صحبت میشه، اونها برنامه هاشون رو بیرون میدن، مردم میدونن که با کی طرف هستن، چه برنامه و چه راه حلی داره. در حال حاضر ما هیچ اطلاعی نداریم که برنامه اینها چیست. خب به اون موضوع رو میتونیم در یک گفتگوی دیگه بهش بپردازیم، ولی از نگاه فقر و در حقیقت اقتصادی که بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، جهت توجه باید خدمتون عرض کنم که هر سال در بهمن و اسفند و بیشتر در اسفند ماه یک نشستی هست بین نمایندگان به اصطلاح تولید کنندگان یا کارفرمایان، نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران. اینها چانه زنی میکنن سر مسئله چند درصد حقوق رو ببریم بالا. توجه بکنید عزیزان من، در تمام طول سال تورم ماه به ماه رفته بالاتر، یعنی صندوق پسندازی که کارگر نداره ولی فقر روزافزون به کارگر تحمیل شده. آخر سال میگن آقا چقدر تورم بوده، متناسب با تورمی که بوده به حقوقها اضافه میکنن. خب این واقعیتش اینه که صندوق آن خانواده خالی هست. از امروز که میخوای به او اضافه کنی، او وارد مرحله جدیدی میشه در سال جدید که تورم های جدیدی به او اضافه خواهد شد و اون تورم ها چه بکنه اون خانواده. سال گذشته برخلاف سال های قبل تصمیم گرفته شد 39% حقوق ها رو ببرن بالا، دستمزد ها رو،
و در حقیقت مزایایی که یک خانواده کارگری میگیره 26% هم برای اولین بار گفتن اونو میبریم بالا. خب مجموع اینها برای یک خانواده که یک قاعده میذارن، یعنی یک عددی رو انتخاب کردن 3.3 نفر، یک بر اساس این محاسبه میکنن، گفتن 4 میلیون این خانواده دریافت میکنه. در همون زمانی که این 4 میلیون رو داشتن تصویب میکردند، دو تا آمار مختلف وجود داره. یکی که به اصطلاح آمار دولتی داده شده 5,700,000 تومان خرج به اصطلاح خانوارز اینو تأمین اجتماعی داده، یکی دیگه داده شده 6,850,000 تومان. خب دوتاش عدد دولتی است. تعجبه که 1,100,000 تومان تفاوت این برآورد است با اون برآورد. با این حال اقتصاددان ها از نوع دیگری برآورد کردن. از جمله خود من که بررسی کردم گفتم یک خانواده 4 نفره امکان نداره با 9,000,000 تومان بتواند در شهرهای بزرگ و اصلی کشور زندگی کنه. بگیم 7,000,000 تا 8,000,000 در شهرهای کوچک میتواند یک خانواده اگر درآمد نداشته باشه نمیتونه زندگی کنه. صحبت از قبل از اینکه بخوان حداقل حقوق رو مشخص کنن میگفتن اگر حقوق کارگران 4 برابر بشود، این میتونه تازه برسه به مخارجی که امروز یه خانواده داره، یعنی به همون عدد 5,700,000 تومان تا 6,000,000 خورده میتونه برسه. خب حالا 39% اضافه کردن، این خانواده چه بکنه که خرجش هست 8 تا 9,000,000 تومان بگیریم، درآمدش هست 4,000,000 تومان. در عمل این خانواده باید میگیریم 15 روز میتونه عادی زندگی کنه، 15 روز هیچی نخوره، هیچ کار نکنه. خب این که غیر ممکنه. پس بنابراین برای خانواده هایی که فقیر بودن در جامعه ما حداقل حقوق دریافت میکردند، اینها در فقر کامل باید زندگی کنن. راه حلی غیر از اون براشون وجود نداره. حالا چند تا دونه پیشنهاد هم دولت داده که اینها بر ضد باز حقوق کارگر و کسی که دستمزد میگیره هست. اومده پیشنهاد میکنه، میگه آقا بیا توافقی با هم تعیین حقوق کنی، یا اینکه منطقه‌ای حقوق تعیین کنی. در حال حاضر بسیاری از کارگرها به ظاهر حقوقشون یه چیزی تعیین میشه، کمتر از اون دریافت میکنن. حالا خدمت شما عزیزان توضیح خواهم داد. وقتی که میگی توافقی عمل بکنید، یعنی که زیر حداقل حقوق تعیین بشه حقوقها، یا اینکه میگی که در مناطق مختلف حقوق رو جور دیگه تعیین کنیم. با اینکه این به توافق نرسیدند، ولی خب در بسیاری از شهرها میگن آقا اون تو شهرهای بزرگ حقوق اینقدره، من که نمیتونم به تو بدم. و کارگری که میخواد زندگی بکنه که حداقل بتونه شکم خودش و فرزندان و خانوادش رو سیر بکنه و ادامه حیات بده، متاسفانه میپذیره وضعیت بسیار بد معیشتی رو در کشور. باز توضیح خواهم داد که در حال حاضر چه وضعیت بدی رو کارگرانی که حداقل حقوق میگیرن دارن. در حال حاضر زندگی دست کم 13 میلیون کارگر و خانواده های اونا البته متاثر است از این وضعیت معیشتی که خدمت شما عرض کردم، که در ما راجب اول فروردین صحبت میکنیم که 50%. امروز شما آقای جوادزاده به درستی گفتید آنچنان شتابی گرفته تورم که اصلا قابل مقایسه با سالهای قبل هم نیست. سالهای قبل هم ما اینو داشتیم، امسال وضعیت بسیار بسیار بحرانی تره، دلایل خاص خودش هم داره. جالبه که اواسط فروردین آقای به نام اصلانی، ایشون عضو کانون عالی شورای اسلامی کار هست، ایشون یک به اصطلاح هشداری داده، گفته قنادی ها، اغذیه فروشی ها، مثلا تولیدی های توشاک و اینا کسب و کارشون خیلی بده. چرا؟ که اینا سال گذشته چون وضعیت اقتصادی از لحاظ کرونا بد بوده، مردم از اینها خرید بسیار کمتر کردن، وضعیت معیشتی مردم بده، به احتمال زیاد اینا کارگرهای خودشونو چون کارگاه های کوچیک دارن اخراج میکنن.
اینها وضعیت خیلی بدی خواهند داشت. عنوان میکنه 7 میلیون کارگر و خانواده های اینها در کشور در رابطه با این قرار میگیرن که امکان این هست که یا حقوقهاشون بسیار پایینه یا اینکه اینها را از کار اخراج خواهند کرد. خب این واقعا یک سوالی است که باید پرسید این خانوارها رو ما به عنوان هموطنان اونها چگونه میخواهیم پاسخ بدیم که یک وضعیتی داریم در کشور که یک مدیریتی داره فوق‌العاده ناتوان از یک طرف، یک دوگانگی در دولت وجود داره، یک محور قدرت مطلقه هست که رهبریت این نظام داره که اختیار برنامه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، جنگ، اتم و غیره ایشون در اختیار ایشونه. یه رئیس جمهور هست که این رئیس جمهور اگرم بخواد کاری بکنه پاسخگوست ولی ناتوان از تصمیم گیری های اصلی. یکی از اون مسائل مسئله الانه که جدیدن اتفاق افتاده، قرارداد 25 ساله با چینه که چه بلایی این قرارداد سر کشور ما خواهد آورد. از طرف جمع ما مصاحبه های مختلف و مقالات مختلف ارائه گرده که امیدوارم هموطنان ما دقت بکنن، توجه بکنن به این مسئله. مسئله بسیار بسیار حیاتی است. مسئله حیاتی است برای ما هموطنان، نه حیاتی برای اون قدرت. بله اون قدرت قرارداد می نویسه که بتواند در حقیقت ادامه حیات بده. برای ما چیه؟ فقر بیشتر و فلاکت بیشتر. خب رژیم میگه که ما 3.9% رشد اقتصادی داشتیم. من سوالم اینجاست رشد اقتصادی رو چه شکلی شما به وجود آوردید؟ هر کسی میدونه که با اعداد میشه بازی کرد. شما میتونید به گونه اعداد رو کنار هم بگذارید که یه نتیجه دیگه بگیرید، جور دیگه کنار هم بذارید یه نتیجه دیگه خواهد داشت. واقعیت اینه که در 9 ماه پایانی سال 98 قیمت نفت بوده بشکه 60 دلار. آخر 99 که 2 ماه قبل هست قیمت بوده 40 دلار. فروش نفت چه شکلی بوده؟ در به اصطلاح 9 ماه اول سال 98 2.3 میلیون بشکه ایران تولید داشته، آخر 99 2 میلیون بشکه تولیدش بوده ولی برای داخل و خارجه. با این تفاوت که در سال 98 560 هزار بشکه در روز میفروختن، سال 99 326 هزار بشکه نفت میفروختن. کشوری که اقتصادش فقط به نفت متکی است و وابستگی کامل داره چه پتروشیمی باشه چه نفت باشه، این هر دو محصولات اصلیش هست برای صادرات، چگونه میتونه که تقریبا 50% یا بگیم 45% کمتر فروش کنه، 30% قیمتاش بیاد پایین و بگه من رشد اقتصادی دارم؟ آخه با دادن آمار 3.9% رشد اقتصادی که شکم کسی سیر نمیشه که. واقعیت اینه که داری دروغ میگی، دروغهای بزرگ و آشکار که مردم با پوست و گوشت و استخوان خودشون اون رو حس میکنن. این یه حدی داره از دروغگویی، آدم تعجب میکنه. میگن گوبلز گفته بود دروغ رو اینقدر بزرگ بگی که درش نشه شک کرد. ولی عزیزان من آخه این شما هموطنان گرامی توجه بکنید، هر روز وضعیتون بدتر میشه. خب این دروغی مشکل شما رو حل نمیکنه که، مشکل شما رو دو چندان میکنه، چون فردا به هر مصیبتی که گرفتار میشن یک دروغ جدید به اون اضافه میکنن. حالا جالبه که دیروز آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی یه گفتگوی کرده با ایلنا، اون چاپ کرده، خیلی جالبه. ایشون البته میگه که انتخابات نزدیک، انتخابات 1400، و چون انتخابات نزدیک هست باید توجه کرد که به اصطلاح مردم میتونن چه کسی رو انتخاب کنن مشکلشون حل بشه. نه، واقعیت صحبت ایشون در این نیست، واقعیت اون آمارست که میده، وگرنه هر کسی که انتخاب بشه در مجموعه این نظام راه حلی برای تحول اقتصادی معیشتی مردم نخواهد داشت، امکان نداره. یعنی یک مجموعه
به گونه‌ای ساخته شده که این ساختارش اجازه نمیده تحول بشه. ایشون میگن نرخ تورم نقطه به نقطه کشور 50%. به عقیده من واقعیتی رو میگه. البته میگه در مواردی هم هست که 100% تورم هست. ولی شما توجه بکنید هر سال این حالت هست. چون اقتصاد ایران اقتصادی نیست که درش تولید بشود. واردات میشه در ایران تا بتونن مردم ادامه حیات بدن. به مجردی که شما حقوقا رو اضافه میکنید که یک قدرت خریدی به وجود میاد، برای این قدرت خرید باید در بازار طبق به اصطلاح اقتصاد 2.2 برابر باید جنس باشه تا تورم تولید نشه. پس بنابراین شما نیاز دارید به یک سیستمی که اقتصادش تولید محور است. وقتی که واردات محوره، شما نمیتونید جنس به اندازه کافی تو بازار بیاری، قدرت خرید حقوقت هم 40% رفته بالا. پس بنابراین به همون نسبتی که میره بالا میره تو بازار جنس بخری، قیمت ها به سرعت بغ جهش میکنن. و این تجربه 40 ساله، 40 ساله ما این تجربه رو داریم. هر سال همین دعواست، هر سال قیمت میره به حقوق میره بالا، یک جهش خیلی بالاتر از این میکنه که حقوقی که رفته بالا. و این به سرعت، یعنی در حقیقت آن کسانی که 40% حقوقشون رفته بالا، امروز ما بگیم 40% قیمت ها رفته بالا، فقرشون مساویس با یک سال قبل خودشون، هیچی براشون اول، با این تفاوت که داره تورم به خودش هم اضافه میکنه. و این وضعیتی بسیار بسیار خطرناکه برای زندگی مردم کشور، که خب تأثیرات خیلی بدی میذاره. وقتی که شما اقتصاد خانواده ضعیف باشه، تأثیرات روحی روانی میذاره، جسمی میذاره در خانواده، جدایی ها به وجود میاد، طلاق، چه میدونم اعتیاد و بسیاری از مسائل دیگه رو به همراه خواهد داشت. ایشون گفته که در 3 سال گذشته، آقای آخوندی میگه، حدود 15 میلیارد دلار صرف خرید خانه در خارج از کشور شده. یعنی چه؟ یعنی 15 میلیارد دلار ایرانی ها سرمایه خودشون رو فرار دادن، از ایران بردن به مناطق امن، بردن به مناطق امن، چون در کشور این امنیت رو حس نمی‌کنن برای سرمایه گذاری، این رو فرارش دادن. خب یه سوال اینه که چرا امنیت در کشور نیست که باید 15 میلیارد به جای اینکه زمینه رشد و تولید رو در کشور فراهم کنه، باید از کشور فرار کنه بره به کشورهای همجوار. اکثرا میرن به ترکیه با تبلیغاتی که میکنن، یا به آذربایجان میرن، یا ازبکستان میرن، میرن اونجا خونه میخرن. میگه که من 2-4 هفتم اونجا برم در یک امنیتی زندگی کنم، این احساسی امنیت ارزش داره که این سرمایه‌شو بره بیرون. دوم که میگه من سرمایه‌م از بین نمیره، هر وقت خواستم به صورت دلار برش میگردونم، یا اینکه ارزش افزوده پیدا میکنه، بس سودم بردم. این متاسفانه در دبی ایرانی ها بسیار سرمایه گذاری کردن، حتی گفتن 120 میلیارد دلار از پول ایرانی ها رفته اونجا سرمایه گذاری شده. اونجا اون حبابی که درست شده بود لحاظ خانه سازی ترکید، بسیاری ضررهای بزرگ دادن. حالا در کشورهای دیگه همجوار متاسفانه در این اتفاق میفته. خب اقتصاد ایران بر اساس تولید داخلی نیست، بر اساس فروش نفت هست، بر اساس فروش گاز هست. پس این وابستگی، هر دفعه که قیمت نفت بالا پایین میره، ما این مشکل رو خواهیم داشت. الانه که به مقدار بسیاری فروش نفت اومده پایین، ما الانه یک موزل بسیار بزرگی رو جلوی خودمون داریم، و اون موزل اینه که فقر بیشتر. خب برای این که ایران بتواند دور بزنه تحریم ها رو، طبق گفته آقای آخوندی حرف بسیار جالبی میزنه، میگه 20-30% هزینه های ما بالا رفته و بین 100-150 میلیارد دلار در عرض سالهای گذشته به ایران ضرر وارد شده. میبخشید، به ایران ضرر وارد نشده، ایرانی ها 100-150 میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسیشون بیشتر پول دادن.
میگه سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار هزینه تجارت ما میشه، چون که باید از طریق قاچاق وارد کنن، از طریق مجوزهای دیگه بتونن وارد کنن، دور بزنن اقتصادهای جهانی رو تا بتونن این کار انجام بدن. این 20 تا 25 میلیارد دلار رو لطفاً هموطنان عزیز ضرب بکنن سر قیمت دلاری که در حال حاضر تو بازار هست، بگیم 3000 تومان، ببینن از جیب کی میره. از خرید نان گرفته تا پوشاک گرفته تا مسکن، آب، برق، هر چیز از جیب اونها خواهد رفت. آیا واقعا راضی هستن که در یک اقتصادی زندگی میکنن، در یک وطنی زندگی میکنن؟ شخصی به نام علی خامنه ای، یک روزخان، بر جان و مال و ناموس اونها حاکم است، تصمیم میگیره بمب اتم بسازه، وارد هیچ گونه توافق نمیشه. 40 سال هست ایران رو در وضعیت بحرانی تحریم قرار دادن و هر ساله باید این ملت 20 تا 25 میلیارد هزینه بکنه برای که این آقا دوست داره که اسلحه کشتار جمعی داشته باشه. از چه بابت؟ چرا ما باید بپذیریم یه وطنی داریم که صاحب وطن ما مردم هستیم، یکی با افرادی که اطرافش هستن برای ما تصمیم بگیره که یه همچین وضعیت بدی رو ما داشته باشیم؟ اینو با یه سوال سر هموطنی از خودش باید بکنه. آقای آخوندی باز یه مطلب جالبی میگه، میگه این شرایطی که ما هستیم دره 16 سال به طول میکشه و نهایتاً وضعیتی که ما داریم بین 300 تا 400 میلیارد دلار هزینه برای ملت و در بر خواهد داشت این دور زدن ها. آدم این من نمیدونم چه شکلی باید تحمل کرد فقر روز افزون و بیش از حدی رو به مردم تحمیل کنن و با زور سرنیزه بگن سکوت کن، برای اینکه سلسله روحانیت اونجا بتونه ادامه حیات بده. هر کسی باید از خودش سوال کنه از چه بابت شلواری که میخرم، پیراهنی که میخرم، برنجی که میخرم، هر چه میخرم، من باید 30% بیشتر بدم از حقوق ناچیزی که دارم تا بتونم به اصطلاح اینها دور زده باشن؟ چرا که با دنیا سر دعوا دارم. از اون 4 میلیون حقوقی که یک کسی درآمد داره 30% چه از دست بده، 25% چه از دست بده، میشه 4 میلیونش در آن واحد میشه 3 میلیون. چرا؟ چون اینها میخوان تحریم ها رو دور بزنن. اسمش نمیشه گذاشت دلسوزی، اسمش میشه گفت جنایت علیه هموطنان خود. حالا اگر بدهی حال دولت رو بخوایم بررسی بکنیم، من نمیخوام سر عزیزان رو با دادن آمار و ارقام به درد بیارم، چون که تا قبل از دوله روحانی گفته میشد که از بانک مرکزی دولت مرتب داره قرض میکنه. خب قرض میکرد. حالا آقای روحانی اومده از تمام بانک های دیگه هم قرض میکنه، از اون طرف هی کمبود داره، میگه چه بکنم، یا من باید از خارج قرض کنم، که حالا خدا میداند چقدر اینها از خارج رفتن قرض کردن، پیش فروش کردن نفت رو و این ملت رو به قرض بردن. قرض میگیره، یک. از اون طرف اسکناس چاپ میکنه، اسکناس بدون پشتوانه. دیگه اینها چیزی نیست که ما بگیم که به عنوان مخالف این نظام که ضد حقوق عمل میکنه اینها رو میدیم. از پایان دوره احمدی نژاد که فاجعه اقتصادی بوده تا پایان دوره آقای روحانی، حجم پول در گردش ایران شده 6 برابر. وحشتناک این وضعیت. به کجا میخواد بره؟ شما پول بدون پشتوانه کاغذ چاپ کنی به دست مردم که چی؟ چون یک اقتصادی داری که اقتصاد نیست، یک نوع بیماری اقتصادی است. گفته شد که وام‌های خارجی بوده و تعهداتی که دولت داشته تا قبل از روحانی 692 میلیارد تومان بوده، حالا شده 15154 میلیارد تومان. قیمت دلار هم که 6 برابر شده.
در عرض این مدت. و این یک فاجعه است. کی باید بپردازه؟ ملت باید بپردازه. در چه وضعیتی ملت رو قرار داده؟ در جنگ های مختلف. ما باید در عراق به جنگ ایران هزینه بکنه از جان، مال، بدن و هزینه مالی. در سوریه که 100%، در یمن که همینطور، در لبنان که همینطور. از چه بابت؟ کی گفته شما به جایی که مشکل داخلتو حل بکنی ایران رو گرفتار مشکلات متعدد خارجی میکنی که مردم رو بتونه تحت فشار قرار بدی که کسی صداش در نیاد؟ چرا باید این کار رو بکنی؟ مسئله تحریم ها هست، مسئله اقتصاد هست که الان داریم راجبش صحبت میکنیم. اینا اصلا وضعیت جنگیست که برای مردم درست کردن. ناامنی که در کشور هست، هیچ گونه امنیت قضایی در این کشور وجود نداره. امنیت اقتصادی که اگر بود نیاز نبود که مردم از کشور پولشون رو فراری بدن برن در خارج خانه بخرن، تمام تحصیل کرده ها از کشور فرار کنن. 120,000 تا 160,000 سالانه. جدیدن آمار خوندم از همین امسال فرار پرستاران و پزشکان از کشور. چه آمار بالاییست. چون هیچ گونه امنیت شغلی وجود نداره، امنیت بهداشتی و امنیت جان وجود نداره. با این حقوقهای کم و نبود آینده روشن، طبیعیست که جامعه تشخیص میده من فرار کنم بهتره. حالا آیا واقعا در این کشوری که ما در حال حاضر داریم با دو قدرت، یعنی دو محور که به عنوان قدرت هست، یکی ولایت فقیه، شخص رهبر که الان بیش 40 ساله بر قدرت هست ایشون، یکی هم یه رئیس جمهور که حالا هر کی میخواد انتخاب بشه، راه حلی هست درش؟ به عقیده من نیست. وضعیت مردم ایران سال دیگه، از اگر تا سال دیگر تحولی در ایران ممکن نشود، یعنی مردم نیان در خیابون و با اعتراضات عمومی خواهان تغییر نشوند، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به مراتب بدتر از امروز خواهد بود. راه تحولی درش نیست. حتی اگر توافق بکنن سر مسئله اتم که بعید میدونم، چون دفعه قبل که توافق شده مقدار پولی که گفتم بیش از 140 میلیارد طلبکار هستیم، این را می آوریم در اقتصاد فعال می کنیم، اقتصاد رو، چرخ اقتصاد رو به حرکت خواهیم آورد، یه دم واقعا ذوق می کردن. دیدیم که یک حبابی بود از دروغهای متعدد. این حباب ترکید، هیچی توش نبود. بدهکاری هایی بود که برای ملت بار آورده بودن دادن، تایش هم معلوم نیست که رفتن در سوریه خرج کردن، در یمن خرج کردن، در کجا خرج کردن که به ملت چیزی نرسید. این اقتصاد واردات محور است. وارد کنندگان و مافیای واردات و مافیای صادرات و مافیای حاکم بر کشور اجازه نمیده که تحول بشه. شما به وضعیت کرونا نگاه کنید. الانه چرا همه دنیا شروع کردن چند ماهه دارن واکسن میزنن و هی میگن از کجا بقیه رو تهیه کنیم که سریعتر مسئله حل بشه؟ در ایران هیچ. تازه میگن یه عده میتونن خودشون برن واردات کنن. برای چی یه عده میتونن برن؟ این کار کار دولتی است و مجانی باید انجام بگیره. دست یه عده رو باز میکنن که در فساد بزرگ نقش داشته باشن، هی مردم رو فقیرتر کنن، مردم رو ناچیزتر کنن، مردم رو به کشتن بدن به خاطر اینکه میخواهند بیشتر به پول و دزدی و فساد برسن. ایران نیاز به یک اقتصاد تولید محور داره. در چارچوب نظام حاکم بر کشور، در این نظام ولایت فقیه غیر ممکن است. آنچه که میبینیم اقتصاد واردات محور، اقتصاد سودآور واردات محور، مافیای واردات است. تازه واردات هم عادی نیست، به صورت مافیایی عمل میکنن. ایران احتیاج به یک قوه قضاییه داره که از حقوق کارگر دفاع کنه، از حقوق تولید کننده دفاع کنه، در حقیقت مراقب تولید کننده داخلی باشه از یک طرف، شفاف سازی کامل بشود در کشور از لحاظ سیاسی،
مردم هیچ گونه ابهامی نداشته باشن که فرداشون چه خواهد شد، یک فردای روشنی رو ببینن که در این فردای روشن میگه اگر من بروم سرمایه گذاری کنم، سرمایه‌ام از بین نمیره، بلکه من میتونم خودم را رشد اقتصادی بدم. این شفاف سازی باید باشه. بودجه های کشور که صرف تخریب کشور میشه، باید صرف تولید بشه، بتونه عمران رو ممکن بکنه. طبیعت ایران که داره بیابون میشه و بیابون شده، چقدر باید هشدار داده بشه که هر روز داره این وسعت پیدا میکنه بیابان شدن کشور. تغییری در بینش تولید کشاورزی بشه و دولت هم یار کار کشاورز باشه، هم بتونه نیرو بده، هم امکانات فکری فنی بده، تا اینکه کشاورزی متحولی ما داشته باشیم متناسب با وضعیت بارندگی و میزان بارندگی در کشور. وگرنه چگونه میخوان مردم زندگی کنن؟ امسال هم که وضعیت خیلی خیلی بسیار بده. مبارزه با راندخاری، این کشور اصلا اساسش بر راندخاری است. باید مبارزه بشه با این، تغییر ساختار داده بشه وضعیت کشور رو. این نهادهای موازی که بسیار زیاد هستند در کشور، از بسیج گرفته، سپاه گرفته و نهادهای مختلفی که وجود داره، اینا باید تغییر ساخت اصلا تغییر پیدا بکنن و بودجه هایی که از اینها حاصل میشه خرج بخش عمران کشور بشه. تصور بکنید همین چنده که من خدمتون عرض کردم اگه تغییر پیدا بکنه چه تحول بزرگیست. هیچ نگفتم ما بیشتر نفت میخوایم بفروشیم، گاز بفروشیم. جلوی همین دزدی ها و فساد ها اگر گرفته بشه، تحول بزرگی رو میشه ممکن کرد. فراموش نکنیم که حق ما زندگی در نبود به اصطلاح نگرانی برای زندگیست. آدم های آسودهی باید باشیم. حق ما مردم هست که در نبود فقر بتونیم زندگی کنیم، هر روز به درد چه کنم گرفتار نباشیم. این حق ملت ماست. به خود بگویید که این حق ماست. این رو تکرار کنید روزانه تا جزء وجدانتون بشه. بپذیرید که باید از این حق دفاع کنید، بایستید تا تحول ممکن بشه. حالا یک راه حل هایی هست که متاسفانه میگن دخالت خارجی رو به اصطلاح برتر میدونن. ما کاملا جمع ما و من مخالف این هستیم که دخالت بکنه خارجی. ما خودمون ایرانی ها میتوانیم کشور خودمون رو خوب اداره کنیم و خوب رشد بدیم. ما یک کتاب به عنوان مثل در حقیقت در چارچوب یک کتاب قانون اساسی رو در اختیار شما شهروندان عزیز قرار دادیم. از 5 دسته حقوق به تفصیل به در 248 اصل و با زیر اصلهاش شفاف توضیح دادیم که اگه کشوری باشه با هر عقیده و مرام و نظر، از حقوق همگان باید دفاع بشه. از حقوق طبیعت، از حقوق انسان، حقوق شهروندی انسانها، از حقوق اقوام ایرانی و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی. برید ببینید آیا قانون اساسی دیگه هست در دنیا که مثل این به این شفافی نوشته شده. این خدمت بزرگی است که ما خود رو به سلام مدیون جامعه ایرانی میدانیم، از دل جامعه ایرانی میدونیم که همچین کار رو انجام دادیم. در اختیار شماست. شفاف حرف رو نمیگیم فردا اگر آمدیم بعد میگوییم چه بکنیم مثل بسیاری از گروه ها. شفاف در اختیار شماست. برنامه اقتصاد را هم توضیح دادیم، برنامه فرهنگی را هم توضیح دادیم، حتی تبعیض علیه زنان رو لیست کردیم که این تبعیض ها باید از بیان برود در ایران، آینده ایران. پس ترس از تغییر نباید باشه. این اقتصاد کشنده است. هر سال بدتر از سال قبلشه. حداقل من نمیدونم چند ساله که هر سال توضیح میدم، تحلیل میکنم وضعیت اقتصادی چه میشود، وضعیت معیشتی چه خواهد شد، و سال بعد افسوس میخورم چقدر وضع بدتر از آن چیزی که حتی تصور میکردم و تحلیل میکردم شده. خب چند دفعه باید تجربه کرد دید که درش راه حلی نیست. سال دیگه فقر از این بیشتر خواهد شد، مصیبت بیشتر خواهد شد.
یک امکان انتخابات هست که این امکان میده به جامعه ایرانی اعتراض بکنه. از این امکان استفاده کنیم. هر روز که به وجود نمیاد که در انتخابات شرکت نباید کرد. وجدان جمعی پیدا کنیم در اینکه اعتراض میکنیم به انتخابات، اعتراض میکنیم به این بی‌عدالتی و خواهان تغییر میشیم تا این استبداد برود، دموکراسی و حقوق مداری جایگزین بشود. باید برای این کوشید. حداقلش اینه که در انتخابات شرکت نکرد و با افتخار گفت من به این همه فقر و فساد و جنایت میگویم نه و آری میگویم به استقلال خودم، آری میگویم به آزادی، آری میگویم به عدالت اجتماعی، آری میگویم به در نبود فقر، در نبود سفره خالی، تا یک زندگی بهتری پیدا کنیم و یک تحولی رو در کشور ممکن بکنیم که لیاقت اون رو داریم. حداقل شروع برای تغییر نگفتن به استبداد است، به هر استبدادی. اگر کارفرمایی هم هر روز زور میگه، باید جلوش گفت نه، زور تو رو نمیپذیرم، تا یک وجدان جمعی در اون محیط کار به وجود بیاد، جلوی اون کارفرمای زورگو گرفته بشه. از چه بابت مردم انقلاب کردن؟ انقلاب کردیم که استقلال باشه، آزادی باشه، رفاه اجتماعی باشه. فقر دوره شاه رو مردم تحمل نکردن. حالا فقر این دوره آقای خامنه‌ای رو ببینه چه وضعیتی است. اصلا قابل قیاس با دوره شاهش نیست. نسل قبلی خیلی آگاه‌تر عمل کرده، تحمل اون رو نکرده. متاسفیم که استبداد دینی اومده حاکم شده. این رو هم خب باید گذاشت پای اون حرکتی که نایستادیم در صحنه موقعی که باید همگان جلوی استبداد نیستادیم. تصور کردیم انشالله گربه است. اینها هم با زور بیش از حد اومدن در مقابل مردم قرار گرفتن. بیستیم و خواهان حقوق خود بشیم تا اینکه در سال آینده بگوییم نه، ایران در جاده تحول افتاده، میتوانیم یک اقتصادی رو در چند سال آینده ممکن کنیم که این اقتصاد از این بیماری خارج بشه، یک اقتصاد سالمی بشه و پیام‌آور تحول بشه، مخصوصا برای جامعه جوان ایرانی. فراموش نکنیم که حق ما در زندگی بدون فقر، بدون خشونت، حق ما زندگی در آرامش است. امیدوارم که نفت جوان همواره آفش از این نفت جوان نفت جوان حقیقت کنند و تغییر بدهد. برداشت از امروز بهتر و پس برداشت بهتر خواهد. باز شما که با ما بودید، امیدوارم شما را در برنامه های امروز داشته باشیم. امید ایران آباد آزاد به شما بدرود میگیم. روز و روزگارم به شما خوش. شب شما و شب شنوندگان گرامی هم خوش.